خانم ها آقایان خوش اومدید به فینال مسابقات چمپینچست تور توی مرحله نیمه نهایی ست اول فابیان و کاروانا در مقابل مگنس کارسن مچ اول مسابقه،, مسابقه, از پنج بازی رو بازی کن انجام دادن روز دوم نیمه نهایی رو هم امشب دو بازی کن انجام میدن یعنی مرحله نیمه نهایی خودش دو روزه وسلی سو هم در مقابل عبدو بازی میکنه که عبدو تونست فکر کنم وسلی رو پشت سر بذاره باید ببینیم توی روز دوم مرحله نیمه نهایی چه اتفاقی میافته و چه سرنوشتی دوچار بازی کناست. اما اومدیم با جذاب ترین بازی ایونت یکی از جذاب ترین بازی های مگنس کارسن در مقابل فابیان و کارواناست که میریم با همین بازی رو ببینیم 91 حرکت این بازی به طول انجام میده اما جای نرید بازی بسیار جذابه که با هم این بازی رو بررسی میکنیم خب مگنس کارسن با مهره سفید بازی رو با حرکت ای چهار آغاز کرده با ای پنج پاسخ داده فابی و گشایش روی لوپز دفاع مورفی برای این بازی انتخاب شده گسترش فیل و حرکت سیس آماده میکنه دی چهار رو توی بازی حمله به فیل فیل جابجا جا شده و حرکت دی شیش از پیاده دفاع میکنه و قطر فیل رو توی بازی باز کرده دی چهار بازی کرده مگنس مرکز رو به چالش کشیده و فیل جابجا جا شده گسترش فیل از طرف کارسن توجه کنید پیاده ی خونه ای 4 زیر ضربه و مگنس از پیاده دفاع نکرده اما اگر فابیان و کاروانو بخواد پیاده رو بزنه بعد از حرکت فیل دی 5 مهره های اسب سیاه به سیخ کشیده میشه و جی جی بازی رو میبره سفید توی این لحظه فابی قلعه رفته و پیاده رو نزده و مگنس اسب خودش رو گسترش داده از پیاده حمایت کرده حرکت اچ برای جلوگیری از اومدن مهره های سفید به خونه جی 5 اچ سه مگنس بازی کرده رخ اومده به ستون ای دو بازیکن جای مهره ها رو بهتر میکنن فیل به سی دو برگشته و آ 5 فضای بیشتر توی بازی میگیره آ چهار رو هم میخواد بازی کنه توی بازی که حرکت خوبیه اما پیاده بی پنج یک مقدار ضعیفه اینجا مگنس کارسن به پیاده بی پنج حمله کرده و به صورت نامحسوس از پیاده داره دفاع میکنه و توجه کنید اینجا حرکت وزیر ایدو بازی شده اما اگر بخواد پیاده رو بزنه پیاده نمیبره اینجا چون اسب در دی چهار میزنه پیاده خودش رو فابی میتونه پس بگیره توی بازی و اگر که اینو بزنی خب منم فیل تو رو میزنم و اگر که فیل رو بزنی اسب اینو هم میزنه و بعد فیل رو توی بازی پس میگیره پس اینجا سفید پیاده پیش نمیفته توی بازی وزیر رو گذاشته ایدو مگنس حالا فشار رو بیشتر کرده تعویز پیاده توی مرکز انجام شده و اسب از جلوی فیل بلند شده و توی این لحظه رخ به خونه C یک اومده ستون نیمه باز رو کنترل کرده توجه کنید همچنان زدن پیاده باعث بردن متریال نمیشه چون بعد از تعویض ها در نهایت وزیر توی ستون رخ قرار داره و فیل در دی چهار میزنه خب وزیر زیر ضربه حمله برخواسته و پیاده بی دو هم پیاده ضعیفی میشه توی بازی رخ یک بازی کرده مگنس و اسب مانور اسب رو شاهدین به خونه جیشیش اومده وزیر برگشته و فیل به این قطر خوب اومده اسب رو به رخ آچمز کرده به همین دلیل مگرس رخ رو گذاشته دی یک اسب رو هم حمایت کرده و حرکت سی شیش. پیاده رو برای اولین بار از ردیف چهارم مگنس عبور میده و مرکز سیاه رو به چالش میکشه اسب زیر زر بود جابجا شد نشسته به فیل مگنس کارسن برتری دو فیلش رو تسلیم میکنه اسب خوب سیاه رو از بین میبره و پیاده های سیاه هم توی بازی دوبل شده حالا اسب اومده به خونه ای چهار فشار به پیاده دیشیش توی بازی و رخ به خونه ای اف 8 اومده اینجا یه سری تاکتیک هایی رو داره میبینه فابی اما این پیادهش زیر ضربه و و حرکت وزیر ای دو اینجا حرکتیه که پیشنهاد کامپیوتره تا اسب رو بتونه حمایت کنه اما مگنس کارسن پیاده خونه دیشیش رو زده و فابیان کاروانا یک تاکتیک رو میبینه اما بد میبینه تاکتیک رو فیل در اچسه میزنه که حرکت خوبی نبوده اینجا تاکتیک خوب حرکت رخ در اسب بوده توی بازی که بعد از اینکه با پیاده پس میگیره حالا وزیر میاد به خونه اچ 4 وزیر جی 2 میتونه بازی شه رخ میتونه به حمله اضافه شه دفاع از پیاده میتونه اتفاق بیفته و به این شکل بازی ادامه پیدا کنه وضعیت متعادل دو فیل داره سیاه که میتونن توی حمله کمکشون کنن و شاه سیاه هم شاه سفید هم یک مقدار ناامتر توی بازی اما خود بازی چه اتفاقی افتاده فیل در اچ زده شده و اینجا مگنس پس گرفته حالا مدافع اسب بلند شده و اسب رو توی بازی زده وزیر جیدو حمله به رخ و توی این لحظه فابیان و کاروانا حرکت اسب در فیل زده که حرکت دقیقی نبوده اینجا حرکت دقیق برای فابی رخ در فیل بوده که بعد از اینکه پس میگیره حالا اسب در ایسه میزنه چنگال وزیر و رخ و بعد از که پیاده رو زد اینجا رخ رو میتونه بزنه رخ دی یک بازی میشه و به این شکل این بازی میتونه ادامه دار بشه و وضعیت متعادل متریال هم مساوی توی بازی حالا یه رونده اینجا سفید ولی داره که باعث میشه بهتر باشه یه کوچولو خیلی ریز اما توی خود بازی با اسب زده توی فیل و همین باعث میشه برتری رو سفید بتونه بگیره اما مگنس اینجا رخ رو زده در حالی که اینجا میتونست اسب رو توی بازی بزنه و اگر اسب رو میزد برتری با سفید بود توی بازی بعد از رخ در ایسه وزیر در جی 6 این وضعیت به نفع سفیده و سفید میتونه از موقعیت خودش استفاده کنه پیاده خونه سی شیش پیاده ضعیفیه و حرکت اسب اف 5 حرکت بسیار خطرناکی حمله به رخ تهدید مات تو خونه جی 7 و اسب مرکزی بسیار خوبیه و سفید میتونه این آخر بازی رو به نفع خودش به پایان برسونه اما وزیر در رخ زده شده اسب در رخ متریال مساوی میشه توی بازی و فیل برمیگرده تا اسب قدرتمند مگنس رو از بین ببره وزیر در پیاده 36 بازی میشه یک پیاده مگنس کارسن پیش میفته و اینجا فیل میزنه توی اسب و مگنس هم قطعا با وزیر نمیزنه که بره توی یک آخر بازی مساوی وزیرا رو نگه میداره اول وزیر کیش داده شاه جابجا جا شده حالا با پیاده زده و وزیر میشینه به پیاده اجسه شاه دفاع میکنه رخ هم حمله میکنه به پیاده دیشیش حالا با دو زور به پیاده دیشیش داره حمله میشه اما پیاده قابل دفاع نیست مگنس کارسن از خیر پیاده میگذره و پیاده بعدی رو میرونه توی بازی مانور رخ رو شاهدیم ردیف سوم رو رخ کنترل میکنه چون پیاده های ردیف سوم یک مقدار ضعیفن رخ برگشته وزیر ای 5 وزیر رفته به عرض آخر و شاه آروم آروم سفر خودش رو آغاز میکنه این شاه توی بازی بسیار مسافره میره رامسر برمیگرده این آخر بازی جذاب رو از دست ندید توجه کنید حرکت سی و هفتمه و وقت بازیکن ها 9 ثانیه در مقابل 48 ثانیه و این بازی 91 حرکت طول انجام میده یعنی 50 خورده ی حرکت هنوز مونده و دو بازیکن وقت ندارن پاداش زمانی 3 ثانیه به هر حرکت ولی وجود داره وزیر اومده 37 میخواد از این سمت به بازی اضافه شه رخ بلاک کرده وزیر رفته رخ برگشته دفاع کنه از پیاده هر دو بازیکن تکون میدن اومده شاه به ادامه سفر خودش به پرداز وزیر، به خونه دی چهار اومده قطر رو بسته از پیاده حمایت کرده و میخواد شاه رو توی بازی مگنس کارسن به جناح وزیر ببره توی بازی وزیر برگشته و شاه به خونه دی دو اومده به اون سمت صفحه اومده اما پیاده دیگه دفاع داره شاه به پیش روی خودش توی بازی ادامه میده حمله به پیاده چطور میخواد دفاع کنه با حرکت افس از پیاده خودش توی بازی حمایت کرده بگید حمایت نکرده پیاده که زیر ضربه با دو زور داره بهش حمله میشه آره اگر که بخواد بزنه بعد از تعویض هایی که انجام میشه دیش دی 7 و دی 8 وزیر برای سیاه بازی سختره البته وضعیت متعادل سفید یک مقدار بهتره به خاطر این پیاده قدرتمندش اما سیاه چالش داره توی بازی به همین دلیل وزیر سی اف کیش داده شاه رفته وزیر اومده جلوی پیاده رو بلاک کرده و حرکت شاه آد و توی این لحظه بازی شده که حرکت بهتر وزیر بی چهار پیشنهاد تعویز وزیرها بود هبضیان متعادله اما وزیر آ... شاه آدو توی بازی انجام شده رخ نشسته به وزیر وزیر جابجا جا شده و پیاده به خونه بیچار اومده میخواد ضعف ایجاد کنه اگر پیاده زده نشه بیسه هم اتفاق میفته توی بازی و فضای بسیار زیادی از شاه میگیره حالا اونجا سیاه میتونه بهتر باشه به همین دلیل مگنس کارسن پیاده رو زده رخ پس گرفته و وزیر نشسته به رخ اومده از پیاده حمایت کرده رخ رفته بالا حمله به این پیاده رخ برگشته و اگر که حالا بخوای اینو بزنی اینو از دست میدی پس این اتفاق نیفتاده پیشنهاد تعویض رخ رو داده مگنس فابیانو رد کرده رخ برگشته دو بازیکن تکون میدن پیاده توی بازی فضای بیشتر گرفته وزیر به خونه دیسه اومده نشسته به رخ رخ اومده به خونه بیسه و وزیر برگشته از پیاده هم داره حمایت میکنه وزیر به خونه بیشیش اومده وقت بازیکن ها هم داشته باشید و فشار زیاد داره به پیاده بی دو وارد میشه و مگنس کارسن در کمبود زمان حرکت وزیر دیدو رو انجام میده که حرکت اشتباهیه از پیاده حمایت میکنه اما پیاده افسه رو از دست میده حالا دیگه وزیر مدافع پیاده افسه نیست حرکت درست حرکت رخ به خونه دیدو بود اینجا این پیاده حمایت داره این پیاده هم توی بازی حمایت میشد اما مگنس اینجا یک پیاده اوورلوک میکنه رخ برگشته حمله به وزیر وزیر جا به جا شده توی بازی و بذارید اینجا حرکت رخ F1 حرکت بهتری بود اما حرکت رخ F2 بازی شده وزیر سی سه اومده پشت پیاده پیشنهاد تعویز وزیرها اما وضعیت به نفع سیاه این حرکت وزیر سی 6 حرکت اشتباه فاحش بوده توی وضعیت حرکت بسیار قوی حرکت وزیر بی چهاره توی بازی بعد از وزیر سی یک دفاع از پیاده رخ در بی دو میزنه پیاده بعدی رو هم میگیره اینو بزنی کیش و شاه باید جابجا جا بشه به آی آیک بره اینو هم میزنه دو پیاده توی بازی پیش سیاه تاکتیک میخوره مگنس اما حرکت وزیر اچ دوب انجام شده و میز کرده این حرکت رو توی بازی همچنان این پیاده تحت فشار پیاده h تحت فشار توی بازی حرکت وزیر بیشیش انجام شده چقدر شطرنج سخته دوستان حرکت وزیر بیشیش حرکت اشتباهیه حرکت درست توی این لحظه حرکت وزیر بی پنجه اما آیا میتونید حدس بزنید چرا؟ یه خونه اختلافشونه وزیره هم قرار بیاد از پیاده حمایت کنه اما چرا این حرکت بده این حرکت خوبه بسیار سخت شطرنج و بسیار جذاب وقتی ما ها رو میتونید حل کنید اینجا حرکت وزیر بی پنج انجام شده و پیاده h توی بازی از دست رفت. سفید بسیار دوست داره حالا پیادش رو برونه. اما نمیتونه. در صورتی که اگر که اینجا حرکت به جای حرکت وزیر B6 حرکت وزیر B5 انجام میشد بعد از زدن پیاده سفید فرصت روندن D6 رو توی بازی داره. حالا برگردیم به خود بازی که چرا اینجا فرصت بیشیش رو نداره چون بعد از زدن نمیتونه پیاده بره چون وزیر میاد سی چهار کیش میده رخ و شاه رو توی بازی چنگال میکنه می اما تو خونه بی پنج وزیر مدافع رخ بود و پیاده میتونست رونده بشه توی بازی بریم سراغ ادامه بازی مجبوره که رخ رو بیاره بالا به وزیر بشینه وزیر جابجا جا شده وزیر به خونه بی چهار اومده فشار به این پیاده پیاده تا خونه آسه هم رونده شده و مگنس کارسن پیاده رو زده انتخاب درست برای فابیان و کاروانا زدن وزیر بوده توی بازی که به یه همچون آخر بازی بره که سیاه بهتره پیاده ها متصل به هم یک پیاده بیشتر هم توی بازی داره وزیر به خونه ای پنج اومده اما نشسته به رخ وزیر دیسه رفته پشت پیاده رخ به خونه آچار اومده منطق نداشت شاید میخواسته جلوی این کیش رو بگیر اما این کیش دفاع شده همین الان توی بازی رخ F5 حمله به پیاده رخ برگشته رخ رفته بالا حرکت 67 م بازی هستیم و این بازی همچنان ادامه داره میریم سراغ ادامه کیش رو بلاک کرده دو بازیکن تکون میدن اینجا حرکت D6 هم حرکت خوبی نبوده اینجا باید حرکت وزیر دی چهار رو توی بازی انجام میداده همونطور که میبینید رخ اومده به عرض دوم و فشار زیادی از این قطر و این ردیف داره وارد میشه حرکت درست برای سفید حرکت وزیر دی چهار بوده که وزیره رو ببنده توی بازی اما مگنس کالسن توی این لحظه حرکت دیشیش رو انجام داده و اجازه داده فابیان و کاروانا استفاده کنه از این قرش اما حرکت درست برای فابی حرکت وزیر بیدو نیست وزیر بیدو اینجا به مساوی ختم میشه چون شاه سفید اجازه فرار پیدا میکنه و میتونه فرار کنه حرکت درست حرکت وزیر اویه که توی این لحظه که شاه رو کات میکنه چرا اینجوری میره این شاه کات میشه توی بازی رخ می بینید داره میاد خود وزیر حالا میتونه برگرده البته از خونه آدو الان میتونه کیش قوی بده مثلا باید اینجا حرکت وزیر سی پنج بازیشه خونه فرار برای شاه خالی کنه وزیر آدو شاه از این ور نمیتونه فرار کنه باید بیاد این سمت دوباره کیش میده وزیر شاه سی چار و بعد از حرکت رخ سی دو وزیر سفید توی بازی از دست میره اینو هم بره اونور یه وزیر توی بازی میره رخ هم که بلاک کنه که تفاوتی نمیکنه اما توی بازی فابیان و کاروانا وزیر بی دو بازی کرده شاه فرار کرده کیش فرار کرده فرقش با اون شاخه اینه حالا وزیر رفته از بالا شاه رو توی بازی محدود کنه بازی بسیار عجیب غریبی رو داریم میبینیم پر از تاکتیک پر از پیله پر از ترفند تریک و دام میریم ادامه بازی رو ببینیم توی زمان کم 7 ثانیه و 23 ثانیه خب مگنس پیاده رو رونده یک قدم تا وزیر شدن فاصله داره اما شاهش امنیت نداره رخ کیش داده توی بازی و حرکت درست برای مگنس کارسن اینجا قربانی وزیره شاید باورتون نشه بهترین حرکت وزیر سی پنجه توی این لحظه که وزیر رو قربانی میده اما وضعیت مساویه وزیر بیفکی شاه اینور اونور کیش و کیش دائم داره اینجا چون پیاده های سفید خیلی قوی و سفید اینجا طلبکاره کاره با اینکه یک وزیر توی بازی عقبه اما مگنس چیکار کرده شاه رو گذاشته خونه بیشیش و حالا مات در دوازده حرکت رو باید پیدا کنه اینجا فابی این لحظه مات در دوازده حرکت توی حرکت هفتاد و پنجم کیش داده داره یه چیزایی پیدا میکنه شاه رفته اینور ور مگنس کارسن داره مات میشه توی بازی کیش شاه برگشته و رخ به خونه F6 اومده هنوز سیاه بهتر اما مات رو توی بازی از دست میده مات در 13 حرکت این لحظه مات در دوازده حرکت من مات در دوازده و براتون شیدم خیلی سریع بهتون نشون میدم وزیر بی هشکیش شاه آشیش حالا رخ کیش میده شاه باید بیاد بالا اون لحظه ای که رخ کیش داد اینجا شاه میتونه فرار کنه توی باز حالا خونه سی هفت بهتره چون وزیر هم توی ستون آه اما حرکت درست وزیر بیهش کیش بوده حالا شاه رفت گوشه حالا این کیش قویه چون شاه محدوده نمیتونه به بازی اضافه بشه شاه آ پنج کیش میاد اینور کیش باید بیاد همه مسیری که طی کرده رو باید برگرده این شاه توی بازی کیش حتی وزیر رو هم توی بازی نمیخواد اینجا کیش میاد پایین کیش باید بیاد پایین وزیر ای دو کیش شاه به خونه سی یک میاد کیش رخ بلاک میکنه میگم وزیر رو نمیخواد توی بازی حرکت رخ در دیگه این وضعیت مات مات در دوازده بود که توی بازی فابیان و کاروانا پیدا نکرده بود حتی مات در دوازده هم نمیدید وضعیت های زیادی وجود داشت که میتونست وزیر رو توی بازی بگیره اما بریم سراغ بازی بریم سراغ بازی وزیر رو بده و رخ هم نده در این صورت منظورمه برمیگردیم به این لحظه رخ به خونه ای افشیش کیش داده شاه فرار کرده حرکت بهتر شاه سی هفته توی بازی شاه سی پنج دوباره به مات ختم میشه منفی 96 وضعیت به نفع سیاه توی بازی رخ کیش داده وزیر رو داره توی بازی میگیره شاه رفته وزیر از دست رفته مگنس کارسن یک وزیر توی بازی عقب میفته آخر بازی رخ در مقابل وزیر وضع فابیان و کاروانا بسیار خوبه وزیر رفته پشت پیاده که جلوی وزیر شدنش رو بگیره بی پنج آماده میشه که رونده بشه توی بازی وزیر سی هفت کیش داده وضعیت دوباره به تعادل رسیده میشه کشیده میشه وزیر سی هفتش خوب نبوده چی کار باید میکرده مگنس اد شهار حرکتی بوده که باید انجام میداده بیشیش قابل زدن نیست چون پیاده وزیر میشه G5 پیاده رو حمایت می کرد. مثلا شاه B5 حرکت G4 هم بازی میشه شاه سی 6 دیگه کیشی هم اینجا درست درمون نداره سیاه توی بازی اما حرکت G3 هم میتونه بازی بشه و این وضعیتیه که سیاه برتره و پیاده های سفید نمیتونن وزیرشن مثلا چی B7 میخواد اینجا مثلا بازی بشه G2 بازی میشه B8 وزیر وزیر در B8 اینو هم وزیر میکنه بعد از تعویض ها پیاده سیاه هم توی بازی وزیر میشه برگردیم برگردیم عقبتر این وضعیت به نفع سیاهه میریم سراغ ادامه بازی وزیر به خونه سیف کیش داده و دیگه وضعیت مساویه حالا وزیر برگشته شاه رفته خونه آچار که حرکت بدیه شاه سی دو باید بازی میشده اینجا شاه آچار پیاده رونده شده بیشیش و سه توی این لحظه فابی بازی کرده توی کمبود زمان پیاده رو اوبرلوک کرد در حالی که حرکت جی پنج حرکت درسته دیگه اینجا مثلا بی هفت هم بازی بشه جی 4 بی 8 وزیر شه وزیر رو میزنی اینو بیاد اینجا تغییراتی که اتفاق میفته این آخر بازی هم به نفع سیاهه چون جی سه بازی میشه مثلا رخ دی چهار بخواد حمله کنه به پیاده با جی 5 از پیاده حمایت میشه شاه هم نزدیک به پیاده ها شاه سفید خیلی دوره و سیاهه که میبره با سه پیاده متصل به هم خودش حالا میبینید پیاده ها چقدر میتونن قدرتمند باشن توی بازی سه پیاده سفید سیاه بازی رو میبره اما اچ بازی کرده توی کمبود زمان پیاده رو ولو کرده کیش راه رفته اومده پشت پیاده خودش وضعیت مساوی دیگه حتی پیاده تا بی هفت هم رفته شاه نزدیک شده و شاه سفید هم داره به بازی اضافه میشه جی پنج شاه به پیاده خودش نزدیک شده جی چهار کیش و توی این لحظه میبینید مگنس کارسن یک وزیر توی بازی عقبه البته وزیر در مقابل رخ دیگه و به نظر میرسه سیاهی که داره میبره اما وضعیت رو تونسته مساوی نگه داره هر کس دیگه بود احتمال داشت انصراف بده اما ترکت نودم بازیه و مگنس همچنان داره به این بازی ادامه میده فوق العاده است این بشر توی این لحظه حرکت درست برای سیاه حرکت شاه افت هفته که بازی رو مساوی نگه میداره چون طرح سفید توی بازی حرکت رخ ای هشته بشینه به وزیر پیادش رو وزیر کنه دیگه باید یه کاری بکنه سفید اما این وضعیت کیش دائم وزیر اف 6 کیش شاه سی هفت وزیر اف 4 کیش شاه پایین اینجا کیش شاه اینور دوباره کیش اگر که شاه اینوری بره که خوب نیست سیاه میبره چون وزیر میاد پشت این پیاده این شاه هم محدود شده کیش داره و خوب نیست سیاه این وضعیت رو میبره پس وضعیت مساویه و کیش دائم وجود داره اما توی این لحظه فابیان و کاروانا شاه رو میذاره خونه F6. و حالا سفیده که بازی رو میبره مگنس کارسن حرکت رخ ای هش رو بازی کرده و فابیان و کاروانو از بازی انصراف داده با رخ فابی رو میبره عجب بازی چرا انصراف داده؟ چون دیگه این کیشه وجود نداره و شاه خونه ی کیش رو داره کنترل میکنه و هر مثلا وزیر کجا میخواد بره؟ وزیر آب پنج هم که وزیر میکنه کیش وزیر رو میگیره و سفید بازی رو میبره به همین دلیل توی این لحظه فابیان و کاروانا توی حرکت 91 از بازی انصراف داده در مجموع با نتیجه 3-2 به نفع مگنس کارسن این بازی به اتمام میرسه دست اول نیمه نهایی رو میبره و دست دوم رو ببینیم چه اتفاقهایی در انتظاره ممنونم که این ویدیو رو دیدید امیدوارم که از این بازی لذت برده باشید بازی رو که من خیلی دوست داشتم خیلی عجب غریب بود امیدوارم شما هم لذت برده باشید اگر ویدیو رو دوست داشتید لایکش کنید به شطرنج علاقه مندی چستراپیس رو سابسکرایب کنید تا جامعه شطرنجمون گسترده تر من کیانم و توی ویدیوی بعدی میبینمتون